به نام خداوند یکتا سلام، وقت شما بخیر. بیننده ی آخر خط بگونیزند از نور هستید. خلیلزاد در قطر، طالبان در سفر. چرا کشتی صلح افغانستان ساحل ندارد؟ همزمان با خروج سربازان خارجی از افغانستان، جنگجویان طالبان در تلاش تصرف مناطق بیشتر و رهبران این گروه سرگرم لابیگری منطقه است. پس از تهران و مسکو، حالا نمایندگان طالبان مهمان اشقابات است. اما حکومت افغانستان همچنان به هشدارهای پیهم به طالبان و پاکستان اکتفا کرده است. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، بار دیگر اسلام آباد را به پشتیبانی از طالبان متهم کرده و گفته است که هسته‌های ویژه استراتژیستی پاکستان رهنمایی این گروه در جنگ افغانستانند. آقای صالح به طالبان نیز هشدار داده است که برای نابودسازیشان از هرچه در توان دارد خودداری نخواهد کرد. او تأکید کرده که حاکمیت این گروه در افغانستان ناممکن است، حتی اگر طالبان بخش‌های بیشتر را در کنترل خود درآورند. اما شیخ رشید، وزیر داخلی پاکستان، گفته است که طالبان نو و متمدن صلح را ترجیح می‌دهند و اسلام آباد هر گونه حکومتی که با پشتیبانی مردم به همراه باشد را خواهند پذیرفت. اما چرا این روزها ادبیات صلح گم شده است؟ آیا پیشرفت‌های طالبان در میدان‌های نبرد و بیشتر شدن تلاش‌های منطقه‌ای این گروه حکومت را دست و پاچه کرده است؟ در اوضاعی که طالبان ادعای کنترل 80% خاک افغانستان را دارد، برنامه روشن این حکومت چیست؟ جز سلاح گرفتن مردم که آن هم خودجوش خوانده می‌شود، حکومت در بعد نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک چه کاری برای آینده روشن انجام داده است؟ اینها و چند پرسش دیگر را در این برنامه از مهمانانم خواهم پرسید. مهمانان من در این برنامه آقایان سید قریب الله سادات، عضو شورای ولایتی لوگر و تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای احسان الله صدیق، عضو کمیته سیاسی احزاب، اینجا در استودیو حضور دارند، و تا لحظات دیگر هم آقای جنرال ظاهر عظیمی، نظامی پیشین، از طریق اسکایپ در برنامه با ما وصل خواهند شد. مهمانان گرامی، خیلی خوش آمدین. و بحث آقای سادات، بحث را با شما آغاز میکنیم. در این روزهای دشوار، جنگجویان طالبان در تلاش گرفتن مناطق بیشتر هستند و رهبران این گروه دیپلماسی فعال را دارد در منطقه انجام میتم. این حکومت داره ادبیات زشت در برابر طالبان و همینطور هم پاکستان اتخاذ میکنه. فکر میکنین این گونه اظهارات کار را به سوی خوشبختی یا حداقل رسیدن به صلح برسانه، یا نه ما را از صلح دور خواهد ساخت و ما به حاشیه خواهیم رفت؟ به نام یاد خدای بزرگ، با درود و سلام حضور شما، حضور مهمان عزیز شما، بیننده های خسته، عرض تسلیت دارم به خانواده های شهدا. امیدوار هستم که مریضایی که در داخل بستر هست از مصیبت کرونا شفایاب شوند، اونایی که شهید شدن خداوند شهادتشان قبول درگاه خود بگردانه. البته متاسف هستم که بحث ما همیشه بحثایی است که ما در رابطه با تشدید جنگ و ناامیدی از صلح صحبت میکنیم، در حالی که تمام جهان به این نتیجه رسیدن که مردم افغانستان فعلا که خارجی ها رفتند و خواست طالبان هم برآورده شدند. دولت افغانستان هم نماینده های خود به خاطر صلح و دوحه فرستادن و کشورهای همسایه حتی توافق کردند که جنگ به خیر افغانستان نیست، حکومت زور بر ما رسمیت ندارد، بله، و اصطلاحات را کار بردن که امید بخش بود. اما متاسفانه جنگ شدت گرفته که هم یک بخشش مرتبط میشه به دولت افغانستان، به خاطر از اینکه باید اینا متوجه وضعیت میبودن. از چندین سال به این طرف هشدارهای جهانی، تحلیلهای جهانی، نظریات صاحب نظرها همی بودن که اگر خارجی از افغانستان ببرن، اینا یک میراث بد را به مردم افغانستان گذاشتن، به خاطر که اونا آمدن بر از اینکه مردم را سرکوب بکنن، مردم به اصطلاح گوانتانامو ببرن، مردم را تهدید کردن، ارعاب و وحشت ایجاد کردن. خب طبیعی است که در محیطی که خشونت پیدا شد، حتی دکترها میگه که طفلی که در بطن مادرش باشد در محیط خشن بار میاد. بله. خب مردم ما متاسفانه هم در طول 40 سال جنگ تحمیلی به اندازه به جنگ
یک امید غلط پیدا کردن، در حالی که جنگ راه حل نیست، جنگ راهی به نتیجه رسیدن نیست. ما تجربه کردیم تهاجم شوروی را و تهاجم امریکا را که اونا نتونستن با جنگ به این مردم حاکمیت بکنن، و طالبا هم در دوره تانیستن یک دوره با جنگ آمدند و تمام افغانستان یک گرفتن و یک مقدارش نگرفته بودن، اما نتونستن در او دوره هم نظام بسازن، حکومت بسازن، بر مردم رفاه بیارن، آسایش بیارن، قناعت مردم حاصل بکنن، قناعت جامعه جهانی را حاصل بکنن، تجارت ایجاد رونق پیدا بکنن، معدن استخراج شود، یک نیروی منظم، پلیس منظم جور شود، واقعا وزارتخانه رونق میگرفت و واقعا مردم میگفتن که یک دولت را خارجی ها از بین برده که باید ایجا دولت یک امید بود، اما متاسفانه اونا هم امید بر مردم افغانستان نشد و فعلا هم که قضایا جریان دارد متاسفانه ناامید کننده است. ولی یک چیزی را خوشبین هستیم که جلسه ای که فعلا در قطر نماینده های دولت بعض موضوعات یاد کردن که چندین موضوع یا چندین جلسه صورت گرفت تا در رابطه با بعض پیشنهادات را که دولت افغانستان داشته و از اون طرف تحریک طالبا داشتند، اونا روی پیشنهادات صحبت شده. زلمه خلیلزاد بازم به منطقه سفر کرده، اینا البته اهداف خودشان دارند. من اوقدر امیدوار نیستم به سفر خلیلزاد. خلیلزاد در طول دو سال ده ها بار سفر کرده، ولی سفرهای زی آقای سادات، نقد و انتقاد مردم در برابر عملکرد حکومت است. طالبان روزها در بعد دیپلماسی خیلی فعال از حکومت است و داره در منطقه سفر میکنه، در آستانه‌ای که داره به مردم ضرر وارد میکنه، مردم را میبره به میکشن و همینطور هم داره مناطق بیشتر را تصرف میکنه. چرا فکر میکنه حکومت این گونه ضعیف عمل میکنه؟ دلیل در چی است؟ خواهدی بعض موضوعات مربوط سخنگوی دولت میشه، باید اینا جواب بده. اول تحلیل مهمی است که دولت یک اندازه غفلت کرده، از وقت و فرصتهایی که داشته او را از دست داده، ولی وزارت خارجه افغانستان اعلان کرد که ما در تلاش و کوشش هستیم. نماینده های دولت به شمول رئیس شورای امنیت سفرهای داشته، بعض موضوعات بزرگ نمایی میشه، بعض موضوعات البته متاسفانه به نوع جنگ دیروز من جنگ سرد مطالعه میکردم که یک جنگ سرد دیگه هم در افغانستان از طرف کشورهای همسایه و برخودرت ها به یک نوع ساخته شدند که هر کی از جنگ افغانستان یکی دیگر خود میترسانند و تهدید میکنند که جا در افغانستان یک حالت میاد، حالی که نمیاد. به خاطر از این انشاءالله امیدواری است که مردم افغانستان مردم مسلمان است. همی که طالبا از ولسوالی ها جنگ توقف دادن، به شهرها حمله نکردن و جنگ در دروازه شهرها نرساندن به او شکلی که مردم انتظار داشت، این خودش نویدی است بر ازی که اونا به میز مذاکره ششتن صحبت میکنن و خواسته هایی دارن. باید به خواسته های هر دو طرف یکی دیگه تمکین بکنن، به خاطر ازی که اولی که ما مسلمان هستیم، دوم هموطن هستیم، سوم به خاطر همی ایدی که در پیش روی ما است، حداقل به خاطر ایدی که ابراهیم، ایدی قربان، ایدی که خداوند متعال او را خوشی مسلمان ها اعلان کرده، متوقعی جنگ توقف بدن، روی میز مذاکره بشینن و حداقل اگر هیچ نمیتونن در موضوعات روزای عید آتش بس بکنن تا که مردم افغانستان نفس راحت بکشه. و در غیر از او اصرار بر جنگ و دوام جنگ و پیشروی بر جنگ هیچ نتیجه مطلوبه که هر دو طرف داشته باشه به دست نمیاره. تشکر، سپاسگزارم. برمیگردم. فکر میکنین دلیل این همه پیشروی طالبان و دلیل قوت گرفتن تلاش های دیپلماتیک این گروه در کشورهای منطقه از کجا منشأ میگیره؟ خب اینجا یک حکومت وجود داره، باید حکومت مانع این گونه سفرها هم بشه و روابط دیپلماتیک به شکل درستش میان وزارت خارجه افغانستان و نمایندگی های این کشورها در افغانستان وجود داره و با وزارت خارجه های اون کشورها. چرا فکر میکنین آرام از حکومت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع کې د میزګرونکو قدرمن ملت ملمه صدات سه بولیدونکو ته سلام، تشکر. د اخیرو کې د جنگ شدت او د سولې د لړۍ نم یو نامعلوم طرف ته تګ د دې لاملونه ټول دا دي چې له یو اړخه د موږ تاسې روان حکومت سیاسي اجماع په داخل کې منځته رانه وړه. موږ تاسې اکثریت رهبران چې
دی لویو گوندونو مشرتابه په غاړه باندې لري او ویل دولت نه ناراضه دي له حکومت نه ناراضه دي په لویو پروسو کې لوی مشران مؤثر رول لوبوي. حکومت په دغه تیرو کلونو کې کوشش دي وکړي چې مطرح شخصیتونه لوی شخصیتونه او لوی روندونه د سیاست له صحنې څخه یا دغه سیاسي بهیر څخه بیرون وساتي. په بل مقابل کې د ناکامه حکومت ولی وسیع فساد خلق نه هیلی کړو د طالبانو دغه سری پیشرفت یو د جنگ شدت نه د خلکو ناراضیتوب و د هغوی واټن له حکومت سره لری شو. بله. دوهم سوال چې تاسو ویلی د طالبانو دغه ډیپلوماسي یا فعالیت چې په ملکونو سره د ارتباط په داخلو کې قایم کړی ده، دا خو له هغې ورځې نه چې کله دوی په قطر کې خپل دفتر خلاص کړ دوی ته یو نړیوال مشروعیت ورکړل شو. دا چې دوی نن د 80% خاورو د نیولو دعوه کوي او په عین حالت کې د امریکا متحده ایالات او نور نړیوال له دوی سره د تفاهم په حالت کې دي، دوی سره یې تړون امضا کړی دی. تقریبا ټولو نړیوالو له دوی سره په تړون باندې اکتفا وکړه، کوم تړون چې امریکا له طالبانو سره کړی دی. ولی این طالبان یک گروهی است که خب بر حالش حالا داره جنگ میکنه و عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه، هنوز هم نامشان در لیست سیاه سازمان ملل است. وقتی که به کشور سفر میکنه باید حداقل با مشوره حکومت افغانستان انجام شوه. یک بار خب بر حالش سفر اخیرشان به ایران در هماهنگی انجام شد، اونجا یک توافق هم صورت گرفت، اما در مسکو و پس از او هم حالا در ترکمنستان. فکر نمیکنین که واقعا نادیده میگیره حکومت افغانستان را این کشورها و این دلیل باشه بر ضعف دیپلماتیک و لابیگری وزارت خارجه افغانستان؟ په هیچ صورت نه. د افغانستان د خصوصا د خارجه وزارت مشر اتمر صاحب ډیر فعال ده او د الاقل د خارجه وزارت ته په دغه تیرو کې ډیر زیات کړنې ترسره کړي دي. د طالبانو دغه تحرکاتو ته یا د نړیوالو سره د تعلق لپاره کله چې د کرزي صاحب په وخت کې د طالبانو ته په قطر کې یو دفتر ورکول کېږي، له هغه ورځې نه د دوی همدغه تعلقات له نړیوالو سره شروع دي. که چیرته قزاقستان ته ځي یا خپله په قطر کې، قطر هم یو هیواد ده، د دوی هلته سیاسي نمایندګي یا د استازولۍ دفتر شتون دا په دې معنا ده چې په هغه وخت کې د موږ حکومت چې هر څوک یې په مشرتابه کې ونه شوای کولای چې د هغه مخه ونیسي. وروسته له هغه نه چې دوی نړیوال مشروعیت حاصلوي او په اوسو کې تقریبا یعنی لوبه دې خواته روانه ده چې د سولې پروسه باید بازخواست شوه یا نشوه. خب شما میگین کار کرده وزارت خارجه خوب است، بازخواست باید شوه؟ حداقل از مسکو رهبران طالبان هشدار میده به حکومت افغانستان و از اونجا هم میگه که ما بیشتر از 80% کنترل خاک افغانستان داریم. حالا سخنگوی طالبان گفته که در اشقاباد نمایندگانشان با معاون وزارت خارجه کشور درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی صحبت کرده. یک گروه جنایتکار درباره مسائل اقتصادی یک کشور صحبت بکنه، باید خاموش بانه حکومت؟ تر ډیره بریده مو تاسو اوس په داسې یو مرحله کې یو چې د سولې خواته روان دي او له طالبانو سره ډیرې پروسې مخته تللی دي. کوشش باید دا وشي په دغسې مسایلو کې چې د طرفونو ترمنځ دغه فاصله کمه شي، طالبان بالاخره د سولې د پروسې جزء وګرځي، سولې پروسه ورسره مخته لاړه شي. تر ډیره بریده پورې دغه ډیر داسې خشن ادبیات کارول چې د طالبانو په مقابل کې یا د هغوی د هغه احساساتو راپارول، دغونه موږ تاسې باید تیر شو. سوله د طالبانو د حکومت ترمنځ هم په فردي سوله پورې اړه لري. کله چې موږ تاسې خپله په فکري لحاظ باندې سولې ته اماده شو، خپله افغانان د دې خاورې وبولو، هغوی ته د مالکیت احساس ورکړو چې څومره زه د دې خاورې مالک یم، تاسې هم د دغو خاورې بچیان یاست. د جنگ لړۍ د طالبانو سره نه پیل کیږي، د جنگ لړۍ 40 کلنه سابقه لري په افغانستان کې. په دې خاوره کې دغه څوک چې موږ تاسو په کابل کې اکثریتونو وینو، تر طالبانو یې ډېر زیات جرمونه کړي دي، د خلکو په وینو باندې لاسونه سره دي. دا اوس په د ملي شتمنیو په غلا کې د موږ تاسو د نظامي ځواکونو په هغه ازوقه او هغه روزنی مصرف نه دوی په میلیونونو غلا روانه ده.
او د موږ تاسې دغه حاکمه نیمه ډله چې په حکومت کې ده تر طالبانو دوی زیات جرایم کړي دي که چېرته خبره د تروریستي دغه شي یا د نورو فعالیتونو شي. دلته باید موږ د سولې ژبه د سولې ادبیات د سولې لاره خپله کړو. خیر ده که چې موږ تاسې له هر اړخه ځورېدلي یو. نړیوالو هم د موږ تاسې په کورونو باندې ړندې بمبارۍ وکړې، د موږ ودونه یې بمبار کړو، د موږ کورونو ته یعنی ډېر د عزت خلک یې بې عزته کړو. چې د موږ تاسې خپله د افغانانو د حکومت کې و د هغوی نیمګړتیا هم و په دې کې چې استه استه د شلو کلونو په لړۍ کې د خلکو احساسات هم راوپارولو. که تاسې چیرته ولسوالیو ته لاړ سئ، لرې پرتو سیمو ته ولاړ شئ، د هغوی نظر دا نه چې هغوی جمهوریت نه خوښوي، دا نه چې هغوی د ملي اردو نه خوښوي، دا نه ده چې هغوی پولیس نه خوښوي یا امنیت ملي د خپل ارګان، اما هغه څه چې له دوی سره شوي دي بدون له هغه پروسو نه چې قانوني باید دی کړي وای، د موږ تاسې اکثریتو برخو یا یعنی ډلو پخوانی زید یعنی مختلفو تعصباتو په اساس باندې دوی تعامل وکړو، او دا د یوې ورځې نتیجه نه ده، دا د تیرو شلو کلونو هغه منفي کړنې دي چې نن د موږ تاسې اکثریت ولسونه په دې باور دي چې باید یو بدلون راشي، یو بل طالبان هم دی روان دی د حکومت برخه وګرځي یا او تر ډیره بریده موږ تاسې او په ټوله کې میډیا باید کوشش وکړي چې د سولې خواته عام ولس تشویق کړي. په جنګ باندې څه نه کېږي، د جنګ که چېرته پایله لرله اگر جنګ اونجا ادامه داشته باشه که میتونه کارساز باشه به هر حالش تبلیغات. بله وقتی جنگ ادامه داشته باشه عملا طالبان در تلاش تصرف بیشتر باشه، مردم سلاح گرفته باشه در برابر این گروه، فکر میکنید تبلیغات چه نفع خواهد داشت؟ بالاخره دی افغان کشاله پایله باید په سوله باندې شي. که چیرته تاسو وګورئ یعنی خلک که تاسو وایئ د طالبانو په مقابل کې راپورت دي، تشکر، معلومات دا ښیي چې ډېر خلک له دوی سره هم ولاړ دي، یعنی د خلکو جلاوالی دلته نشته. دلته طالبان باید د خاورې بچان حساب شي، هغوی ته باید موږ تاسې چې دلته دومره تحصیل یافته خلک دي، هغوی په دغه تیرو شلو کلونو کې جهان لیدلی ده، دنیا لیدلې ده، د طالب په مقابل کې یعنی تر طالب دوی باید حوصلې غټې کړي. کله چې هغوی راځي د جنګ له ډګر څخه راځي، د تا حوصله، د تا دیدګاه، د تا لیدلوری، د تا تعامل باید په ډېره مدبرانه شکل باندې تر څو موږ تاسې بالاخره د داسې یو حکومت یا دولت څښتنان شو چې په ټولو اقشارو کې د منلو وړ وي، او له الاقل په همسایه هیوادونو کې او په نړۍ کې د خلکو یا د نورو حکومتونو سره برابري وکولی شو، او د افغان هغه بایللی برم بیرته راانتقال کړو افغان ولس. ممنون شما آقای سادات. خب به هر حالش تاکید مری میشه که باید تلاش شود تا فاصله میان فاصله برای صلح کم نشه و ما باید به صلح برسیم، اما چیزی که بیرون داده میشه، خب شما اگر امروز پیام فیسبوکی آقای امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری را خوانده باشین، رسما اعلان جنگ میکنه با طالبان و میگه که دشمن است و از هر توانی که داره برای سرکوب این گروه و برای از بین بردن این گروه استفاده میکنه، و از یک طرف میگه که اینان قدرت و توانایی نداره که حاکمیت بکنه اگر چی جغرافیای بیشتر هم در تصرفشون در بیاره. در همین اوضاعی که خب حالا یک مقدار پس از اینکه طالبان عملاتشون را تشدید بخشید، ظاهرا دیده میشه که تلاش هم بیشتر شده که به نتیجه برسه روند مذاکرات صلح خلیج آدم آمده و قطر، این گونه اظهارات فکر نمیکنین که باز هم یک سنگ دیگر صد راه تلاشای صلح خواهد شد و ما را فاصله ما را بیشتر خود ساخت؟ خب البته نظریات خود صالح صاحب نظریات خودش است، شرایط شاید اجاب بکنه بر اونا که صحبت ها رو بکند. بعضی موضوعات مثل که برادر ما یادآور شد، دولت مکلفیت داره در شرایط کنونی که اول به احزاب سیاسی نخبگان مملکت مراجعه بکنن، اجماع ملی را اجماع سیاسی را بسازن، در رابطه با قضایا انتظار نمانند که ما با خدای نخواسته وضعیت به از این بدتر شود. هرچه ممکن است اول اجماع سیاسی و اجماع ملی را به یک شکل بدن که ایجا در کابل یا در پایتخت تصمیم میگیرند. دومی که تقاضای ما ای است که اگر دولت میبیند که کشورهای همسایه دنیا با سرنوشت ما بازی میکند، میخواد از این وضعیت سوء استفاده بکند، بر ما دسیسه میسازند، توطئه میسازند و مردم ما را میخواهند که به جان یکی دیگه بندازند، دولت به مردم مراجعه بکند. باز
اجماع بعد از اجماع سیاسی برن روی جرگه را دایر بکنن، ببینن که ملت چی میخواهد، آیا ملت دوام جنگ میخواهد، آیا ملت امی نظام کنونی را میخواهد، آیا ملت به نظام دیگر توافق میکند. و این بهترین را و آسانترین را و مفیدترین را است. بجای از این که ما کلید صلح را میریم ده از بحر و دریا و کوها دورتر تعقیب میکنیم، صلح جنگ سر ما است، صلح هم پیش ما است. پس ما یک بار دیگه به مردم مراجعه بکنیم، حداقل اگر میبیند وضعیت از این بدتر میشد، بحران خلق میشد، بحران کنترل نمیشد، مشکلات بیشتر میشد، یک وقت دست ما به مو آلت هم نمیرسه. کلمه ای که امروز استعمال شده از زبان یک نفر شاید زبان به زبانها برود، بله. و این زبانها در بین ازی چند تا زبان غرضی دیگه هم باشد که ایره بتر گسترده بسازد و این وضعیت به شکل سمتی و قومی و مثلا یک شکل دیگه بدن. امید ما ای است که کسایی که در سطح مملکت اوجا مرجع تصمیم گیری هستند باید کاملا در شرایط کنونی، اگر جنگ است خب جنگ مسئولین جنگ دارد، درست. و کسایی که در از آدرس صلح کار میکنند اونا و صلح کار کنند، کسایی که در دولتداری کار میکنند دولتداری کار بکنند. خب تا اگر ما طالب هم مثال بدیم، طالب خود طبیعی است او طرف طرف جنگ است، یعنی یک طرفشان طرف جنگ است، بله. و کاربردهای اصطلاحاتشان هم از اونا هم اوقدر مناسب نیست، یعنی کسی که میره در میز مذاکره میشیند و تمام موضوعات به نفع خودشان میگن که هیچ قضیه همه به هر عنوان خود به حق به جانب میدانند و دوام جنگ مشروع میدانند، یه هم گپ درست نیست. ولی وقتی که همین حکومت در طول حداقل یک سال و چند ماهی که از انتش حکومت مشارکتی که شکل گرفته بارها صدا بلند میشه که باید اجماع داخلی بر حالش تأمین شود، رسانه ها در برنامه های رسانه ها مردم موضوع را کارشناسان میگه، حتی رئیس جمهور امریکا هم گفت که اگر میان خود این حکومت دارا و کسانی که در نقش داره در مسائل افغانستان با هم کنار بیایه مشکل با طالبان به زودترین فرصت حل میشه، اما نتیجه نمیده. فکر میکنین انتظار میره زمین حکومت که حداقل این مشکل را حل بکنه باز بریم ما با طالبان؟ خب ببینین اگر ما از این حکومت انتظار نداشته باشیم، کدام حکومت دیگه هم نیست که از او انتظار داشته باشیم. یک طرف چی انتظار باید داشته باشیم؟ یک انتظار داریم، همی حکومت است، همی نظام است، همی در مقابل طالبا البته یک بدیل بوده که طال را به نام جمهوریت مشروعیت جهانی خود گرفته. خب تو اگر خلاها دارد، اگر مشکلات دارد، اگر کمیا و کاستیا دارد، این نظام به معنای از این نیست که شخص رئیس جمهور یا کابینه، نظام یک چیز دیگه است و کابینه چیز دیگه است. وقتی که ما بین دولت میگیم، حکومت میگیم، نظام میگیم، ملت میگیم، جغرافیا میگیم، همه چیزهای ازی به خودشان تعریف داره. تعریف از نظام همی است که این باید نظام از هم نپاشد. به خاطر ازی نظام از هم نپاشد که ما در طول 40 سال جنگ، در 20 سال که توطئه، دسیسه، فشار و همه چیزی را داشتیم، یک بار میگن که مثلا یک مملکت نیاز دارد. به چی نیاز دارد؟ به این اداراتی که امروز در اختیار مردم است. وقتی که ولسوالی سقوط میکند در اوجه خدمات نباشد، ولسوالی یک تعمیر است، مثل از او تعمیر صد تا تعمیر است. ولی دلیل کی میتونه شبه برای سقوط نظام حداقل اگر همی حکومت به شکل درستش مثلا عمل نکنه؟ فکر نمیکنین سبب شبه که نظام سقوط کنه؟ حالا اگر امروز ما گرچه این گپ شاید بسیار به مردم خوش نخورد، ولی اگر هر قدر ما تلفات جلو تلفات انسانی رو بگیریم و خدای نخواسته از این بیشتر صدمه تلفات انسانی نبینیم، این به نفع ماست. حالا پول یا پلچک که خراب شده یا تعمیری که خراب شده یا مشکلات اجتماعی که پیدا شده به هر شکل ممکنش این قابل از این است که ترمیم شود، اما جان انسان ها که امروز به خطر افتاده، کسی از فقر، کسی از مرض، کسی هم از ناامیدی و کسی هم در میدان جنگ، اونا سپر شدن برای کسایی که در سیاست ششتن راحت صحبت میکنند و اخطار رو به نوع بدن. باید برای سرنوشت مملکت فکر شود، بیشتر اندیشه شود که ما چطور میتونیم این نظام همین چوکات از بین نبریم، ملت خود از یاد بیشتر. ولی همین عمل کرد فعلی حکومت آقای سادات، خب شما تحلیل میکنین،
فکر میکنین که نجات میتمی نظام را یا نه میبره به پردگاه سقوط؟ خب تقاضای مامی از وقتی گفتم در اول ابتدای گپ گفتم که دولت غفلت بی کرده که او کاری که با کار دولت بود یعنی کار خانگیشان بود چندین اشتباهات کلان را اینا متوجه نشدن یا بخواست امریکایی‌ها بود یا تحمیلی بود یا به هر شکل ممکن بود برشان آمد، نتانستند که در طول 20 سال امریکا را متقاعد به این بسازد که پاکستان را متوجه اعمال و کردارش بسازد. در طول 20 سال نتانستند که افغانستان همی جغرافیایی که در اختیار ما هستند تمام اراضی را به هر شکل ممکنش باید به شکل مردم قناعت میداد که مردم مدافع و حامی همی دولت می بود. در طول 20 سال امریکایی ها را برش خط قرمز می ساختن که امریکایی ها دنبال چیزی که آمده بودی یا چیزی تا 2011 یا 2014 به دست آوردی برو دیگه پشتتم سعی نکو، ما خود ما می فهم، ملت ما می فهم، مردم ما می فهم. ما متاسفانه درگیر قضایای خیلی کوچک شدیم، ما برخوردهای سلیقوی را در جیت قرار دادیم، ما منافع ملی را فراموش کردیم، ما به شکل خود ما را مصروف ساختن که یکی بعد پایزنی داخلی شروع کردیم، یعنی خودزنی را شروع کردیم در داخل دولت. امروز فکر کنم والا حکومت میگه که منافقین داخل نظام را بر حالش به جزای اعمالش میرسانه، هشدار را هم آقای امرالله صالح به یک عضو مجلس نمایندگان هم داد، فکر میکنین کارساز باشه؟ خب بر حالش از داخل یک مقدار از جناب معاون صاحب چه انتظار همچو حرف نبود، نباید در این شرایط کنونی با چنین حرفا جز از این که مردم یا به شکل صدمه روانی میزنند، مردم مضطرب میسازد. هر کس وظایفش مشخص است که کی باید چه باید بکنه، وزیر دفاع، وزیر داخله، وزیر صلح، وزیر جنگ، وزیر حج اوقاف، وزیر تعلیم تربیت، باید هر کس کار خود بکنه و تا معلوم میشه که سرنوشت چه میشه. اما اگر هر کس در کار در تمام امور متاسفانه دولت که متضرر شد، ملت که ناامید شد، همی که دولت خرد ساختن تا حدی که امروز دولت در چوکات کوچک رسیده، باید پسی را وسعت بدن، با مردم مراجعه بکنن، با بزرگان مراجعه بکنن، با نخبه های ملی و سیاسی مراجعه بکنن، بر تعیین سرنوشتشان و سرنوشت از ملت باید فکر شود، نه این که مثلا ما خواسته های خود ما را در یک جای متوجه شویم که اینجا به ضرر ما ضرر خطرناک است که به ضرر ملت، به ضرر جغرافی افغانستان و به ضرر تاریخ و افغانستان باشد که خلاف منافع ملی ما باشد. این از ضرری نیست. خب یک ولسوالی عقب نشینی میشه، دو تا ولسوالی پس میره، دو تا ولسوالی پیش میره، 140 ولسوالی. خب مهم نیست، یعنی اراضی افغانستان از اراضی افغانستان که از جای برده نمیتونه، متوجه ما پشت از این جبهات باشیم که داخل جبهات خب یک ولسوالی یا چند ولسوالی پس رفت یا پیش رفت، اما عواقب از این ما فکر باید بکنیم، برای جلوگیری از عواقبش خطرناکتر از این است که ما این ظاهر قضیه رو میبینیم. البته بسیار حرفا قابل گفتن است ولی شرایط برای از این نیست که آدم او را صحبت کرده بتونه. ما باید پشت از این خطرات متوجه شیم، نه پشت روی خطر. پشت روی خطر همی است که اون واقعا شد، حادثه شد، چند تا وسایل کنه و فرسوده آمریکایی‌ها بر ما مانده بود یا ماند یا از بین رفت، اما این که انسان‌ها از او از بین میرد، او که قریه و قصبه در معاصره است، اونجا از فقر و بیچارگی و گشتگی عموم را، یکی که معرض کرونا واکسین بر ما نمیرسه، یکی که مثلا اکثریت مردم در خوشحالی مالایشان تلف شده میره و زندگی کوچ میکنن، کوچ جمعی شروع میشه، اینا خطرهای بزرگتر از این است که ما متوجه نمیشیم. وقتی که ما در یک بخش متوجه شدیم که اینجا یک قضیه اتفاق افتاد، قضیه جنگ از چند ساعت جنگ صورت میگیره، اما دنبال ازی با سالها ما نمیتونیم میره جبران بکنیم. شما قای سادات ادامه بس هم پس از میان برنامه کد پیدا می باز خوش آمدین آقای صدیق. خوب شما صحبت های آقای سادات را شنیدین. اگر همین موضوع موقف گیری هایی که اخیراً حکومت در برابر پاکستان داره و صحبت هایی که اونا در برابر افغانستان داره را یک بار مورد بررسی قرار بده، مثلا شیخ رشید احمد وزیر داخل پاکستان گفته که طالبان نو و متمدن صلح را ترجیح می دهد و گفته هر حکومتی که بر اساس آرای مردم و به پشتیبانی مردم شکل بگیرد در افغانستان او را پشتیبانی می کند. اما امروز در برگه فیسبوکش آقای صالح نوشته کرد در پیوند به موضوع حمایت طالبان از سوی پاکستان، گفت که از طرف استردرستیز پاکستان جنگ فعلی توسط طالبان در افغانستان راهنمایی و مدیریت می شه. این کش و قوس ها در امی آستانه ای که جنگ هم به شدت ادامه داره و رفته روند صلح با بنبست،
فکر نمیکنین ما را ببره چند قدم پستر و از گفتگوهای صلح و نتشه را برعکس بسازه؟ ببینین رهبرای ما و شما و خصوصا حکومتی ما و شما وقتی کافی داشت که تا بتانه با طالبا یا تحریک طالبا تعاملی منطقی انجام بده. طالبا پاکستان هم طالبا داره، طالبای خودی پاکستانی، اما چطور تانسته که هم به طرف طالبا یک تعاملی داشته باشه؟ این ناکامی ما و شما است که ما و شما نمیتونیم امرای مردمی که از خاک ما و شماست و در این جغرافیا زندگی میکنه یک تعاملی داشته باشیم که بتانیم رضایت از وار هم حاصل کنیم و به یک نحوه بر از وار رضایت نشان بتیم که بخشی حکومت باشه و یا علاقل هم خطر خود ما و شما بتانیم که دفع کنیم. بله. ما و شما اگر هر کسی باشه، اگر طرفی پاکستان ملامت بدانه میدانه یا یک کشور دیگر، این مسئله را حل نمیکنه. کشورهای دیگر با شما صلح آورده نمیتونه تا که خودتان خودی ما و شما دست به کار نشیم و در اطراف خود ما و شما به یک شکل مدبرانه تعامل ایجاد کنیم که امرای طالبان هم تعامل کرده میتونیم، به همراه سبار روز یک کسی دیگر میخیزه. مثلا باید تعامل داخلی ما و شما اوقدر با سنجش باشه که ما و شما احتیاج دیگر کشورها نشه. چون ناسنجیده میشه عمل کرد، فکر میکنین از نافهمی میشه یا نه قصدن این گونه موضوعات دامن زده میشه، مخصوصا در مراحل خیلی حساسی که مثل حاله؟ مثلا جنگ به شدت ادامه داره، گفتگوهای سال با بنبست به همراه شده، خارجی ها با هر نوع تلاش هم که شد گفتن که ما میریم باقی دیگر نمیمانیم، ولی در امی آستانه این گونه کشوگیرها سعی کنین. امی سفر اخیری رئیس جمهور به ولایت خوست شما دیدین، در اظهاراتی که جناب رئیس جمهور دوزر داشت خط دیورنده، یعنی به مردم میتون نشان میده که طالبا خط دیورند امرای پاکستان قبول کرده، در حالی که مسئله خط دیورند نه مربوط طالبا است، نه مربوط نیمی حکومت است و مربوط مردم افغانستان است. و تا که صلح نامده باشه، رفرندم نباشه، یعنی ما نمیفهم که رئیس جمهور به این چیزا، این خودش احساسات برانگیز است که میخواه که احساسات مدرم میشه. فکر میکنیم قصدن میکنه این کار یا نه؟ خب وقتی جنگ است، هر دو طرف در تشنج است، هر طرف از الفاظ و صحبت های خشن استفاده میکنه، چون حالت هم اطور آمده. بله. اما باید ما شما، یعنی حکومت ما شما علاقل اگر میخواست که صلح به کامیابی به انجامد، باید اولتر از همه یک اجماع داخلی تشکل میداد که و حمایه میکردی حرکت. بله. و به یک قوت ملی به میز مذاکره میرفت، اما در او عرصه هم سلقی و برخور شد. دلیل همین پیشروی های طالبان آقای صدیق، فکر میکنین که از عدم برحالش انعطاف حکومت در میز مذاکره و تعامل با طالبان میتونه باشه یا نه واقعا طالبان خصن داره حملاتشان را بیشتر میسازه؟ مثلا اگر شما در سفر قبلی نمایندگان طالبان در مسکو نشست که میان هیئت های دو طرف برگزار شد، از اونجا گفتن هرگاه آقای عباس سستانکزی گفت که هرگاه رئیس جمهور کنار بره صلح تامین میشه، این بار گفتن که ما میتونیم در طور 14 روز افغانستان را تصرف بکنیم ولی این کار را نمیکنیم. فکر میکنین که همین گونه اظهاراتی که مطرح میشه و حالا وضعیت به اینجا رسیده از عدم انعطاف حکومت باشه یا نه واقعا طالبان دارد از طریق نظامی میخواه قدرت به دست بگیره؟ لکه ترنگ چی مخکی ویلی دی حکومت تر دیر برید پوری اخیری کلنی سلیقوی دی تر دیر پوری تر هو وقت پوری بجمن ثابت نشی تر چو دی داخلی اجماع منستر آوری، یعنی که چیر تا دی مگتای سروان حکومت پر اختیاس را غواری چی پا دی سولی پا پروسه کی کامیاب ووسی دی باید هغه ملی شخصیتونه او ملی حرکتونه ده ځان سره همغږی کړي چې کولای شي
په ولایاتو کې په ولسوالیو کې په کلي کې سولې ته کار وکړي، خلک را جلب و جذب کړي، او هم وکولای شي چې د طالب لوري ته د طالبانو له اسلامي تحریک سره په یو جرأت او په یو حکمت سره خبرې ترسره کړي. دلته خبره د حکومت او د طالبانو ترمنځ نه ده مطرح، دلته د ولس خبره هم مطرح ده. د تیرو ټاکنو کې د موږ تاسې اکثریتو سیاسینو په حکومت باندې غږ وکړو چې زمینه انتخاباتو ته مساعده نه ده. د جمهوریت هم دا نه مانه چې ته په یو ښار کې ټاکنې ترسره کړې او په ټول افغانستان باندې بیا هغه ځان ته د یو دلیل راولی سي. جمهوریت ده، جمهوریت ده، جمهوریت له خلکو سره ده. کله چې ته خلک راپوښتې همدا جمهوریت ده. کله چې ته له خلکو راونه پوښتې، له ټاکنو نه لرې شي، په ټاکنو په پروسه کې شرکت ونه کړي، دا خپله د جمهوریت خاتمه ده. نو په تیرو ټاکنو کې خلکو له دغه حکومت نه په ډېره اندازه باندې یعنی رایه واخیسته، ور یې نه کړه. خو بیا هم په خلکو باندې تحمیل شو. بیا وروسته له هغه نه د دوی کړنې د خپله په نظام په داخل کې د ځینو طرفونو له خوا نه یعنی په یو پراخه کچه فساد خلک نورم ناهیلي کړو. د طالبانو پیشرفت یا د طالبانو دغه سریع پیشرفت په افغانستان په ټوله خاوره باندې تنها د هغوی نظامي کړنې نه وې. دلته د ځینې د ولس د خلکو د خلکو هغه توجه له حکومت څخه غوښتل دي. تشکر، سپاسگزارم. برمیگردیم آقای سادات. خب به حالش در همه ادامه همین سقوط ولسوالی ها، حالا نمایندگان مردم در مجلس، نمایندگان امروز گفتن که طالبان دختران و زنان بیوره بازور در عقد جنگجویانشان در میاره، چیزی که به حالش ظلم گفته میشه و واکنش های را هم برانگیخته. ظاهرا یکی از مکتوب های هم از طالبان بیرون داده شد که به حالش صحتش هم تا هنوز تایید نشده. این گونه عمل کرده سوی طالبان و از یک طرف هم هوشدار حکومت که طالبان نمیتونه حاکمیت بکنه، چیزی که آقای صالح گفت، بر حالش مردم با چه سرنوشت رو برخواد ساخت؟ پرسش مردمی است و مردم انتظار داره. بر حالش یک روز مردم منطقی خود از دست میته، یک روز یک عزیز خود از دست میته، جنگ هم ادامه داره. اما اینجا هم طالبان و هم حکومت در پی معامله های اگر باشه و مردم اینجا داره قربانی میشه، فکر میکنین مردم چی بکنه در همین اوضاع؟ آیا این سلاح گرفتن میتونه به نفع باشه، چیزی که مردم داره به خاطر خود دفاع میکنه؟ یک چیز را میخوام ما بر دولت دارای ما بگم که تا رسیدن 11 سپتامبر اینا باید تصمیم های کلان کلان بگیرن. لازم نیست با استفاده از این حرفایی که احساسات مردم رو براشفته بکنند و مردم رو به یک نوه تصویر های را نشان بده که کجا مردم بخزن حرکت بکنند و این را به عدالتی و چه. ما در جامعه سنتی اسلامی قرار داریم، برای هیچ کس، هیچ فرد، هیچ خانواده اجازه نمیده به هیچ شکل که با هیچ شیوه خواست نامشروع و غلط و خواست داشته باشه که در چوکات افغانیت و اسلامیت نباشه. این اسلامیت و افغانیت اصلا باید ما بگیم، اما ما میگیم که ما مردم ننگ داریم، غیرت داریم، افغان هستیم و اسلام دین ماست. اسلام دین جبر، دین اکراه نیست. هیچ کس به هیچ کس اجازه هم نمیده. و این نوع صحبت هایی است که ما و وکیل صاحب که پرسان کردن، گفت ما هنوز از سقم ساعت از ایگه پا خبر نداریم. این وسیله ابزار نادرست است، باید کاربرد همچو کلمات و جملات در شأن مردم افغانستان زیبنده نیست. ما نباید در شأن طالب چطور؟ طالب که هر روز قتل ببینه هر کس، هر چیزی که ما بگیم در او قضایه جنگ، در جنگ مغلوا بخش نمیشه، درست است، ولی با این موضوعات مطرح کردن درست نیست. به خاطر از اینکه ما گفتم مسلمان هستیم و افغان هستیم و به هر شکل ممکن نباید از ابزار و وسایل کار بگیریم که او به عزت خانواده خود ما صدمه میزنه. یعنی یک چیز را، یک اتهامی که اصلا او قابل از این نیست، شاید در یک منطقه جنایت صورت بگیرد، شاید یک فرد یک کار را بکنه، شاید یک گروه یک کار را بکنه، اما با یک جهت رب دادنش به این شکل و به این شیوه استفاده است که ما خوش نیست همچون حرفا را روی شد و بحثم بکنم. یک چیز را میخوام برای مردم بگم، سیاسیون ما باید خونسردی خود حفظ بکنه. در قضیه افغانستان ملل متحد نماینده خود هر روز به کابل بفرسته، هر روز از قضیه افغانستان تحلیل بکنه، تجزیه بکنه، بررسی بکنه.
ملل متحد نمیفهم کور است کار است نمیفهم که یک نماینده بی صلاحیت بی مسئولیتش در اینجا شیشته خدا میدانه کی است که تا حال حداقل در دوران جنگای قبلی به نام بنینسوان یک کس را میشناختن که میگفت الک آمد الک رفت حال کلگی مسئولیت ملل متحد هم زلمه خلیلزاد گرفته باید ملل متحد در قضیه افغانستان جدا مداخله کنه و جلوی از این جنگ و خونریزی را اگر گرفته نمیتونه حداقل صدای مردم افغانستان به گوش جامعه جهانی برساند دومم از طالبا وضاحت خواسته شد و به وضاحت که طالبا شما چی میخواین چرا اقدام صلح و بایی نیست با اصطلاحات کلمات و جملات زیبای سرخ و سبز و سیاه نوشته کنی هر جا عکس کفترکاره او مهم نیست مهم است که اقدام برای صلح مهم است خب طرح نوشتاری دولت طرح نوشتاری طالب در ولی بین... طالبا گفتن که ما طرح خود به خلیلزاد دادیم و گفتیم به کابل ببر در مسکو هیئتشان گفتن و وقتی که در نشست قبلی مسکو از آقای عبدالله اینا پرسان کرده که آیا طرح به شما رسید گفت رسیدیم اما نخوندیم اونا میگن که حکومت داره تعلل میکنه در تلاش های صلح و اونا حتی نمیتونه یک تصمیم مشترک را در میان خودشان بگیره که بیاید به سمت گفتگوهای صلح با این حال چی کنم میشه که ما بریم به سوی صلح ببینن ما قبلا هم گفتم چندین بار قبلا هم تکرار کردم بازم تکرار میکنم ضایع کردن وقت و یا از دست دادن وقت و وقت کشی و به اصطلاح با کلمات و جملات بازی کردن این به معنای با سرنوشت یک مملکت و یک مردم بازی کردن است وقت جنگ اگر در داخل کابل یا در داخل ولایت مثل که امروز ما مردم خیزش مردم ایرات دیدیم یا عکس العمل دیدیم یا مردم مزار دیدیم یا جنگ را در خدای ناخواسته در نگرهار یا در یک ولایت دیگه یا در همین ولایت کوچک فکر بکنیم ببینیم که جنگ در غزنی در مرکز تمدن اسلامی و توپ بسته میشد انفجار داده میشد وجود جهان اسلام از ما چه انتظار دارد جامعه جهانی از ما چه انتظار دارد ما چه باید بکنیم خب درست است حالا که امریکایی ها گفتند و رفتند و هر اشتباهی کردند امریکایی ها از رای پاکستان افغانستان آمد از رای پاکستان از افغانستان رفتند چرا باید عادلانه قضاوت نکنیم که در این قضیه اگر دولت افغانستان مقصر بوده خود دولت پاکستان هم مقصر بوده چرا در طول 20 سال پاکستان که باعث کشور همسایه مسلمان ماست و علمای از او الهام میگیره چرا اونا عکس العمل نشان ندادن که امروز بر ما فتوا بدن که آیا این جنگ مشروع است و جنگ نامشروع است خب طبیعی است که جنگ در سرزمین اسلامی به هیچ عنوان مشروع نیست به هیچ عنوان جایز نیست ما اینجا میخواییم که احکام اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی بر مردم مسلمان همین یک نظام که انتطاقایی بود که مردم از حکومت خیلی فاصله گرفته و این سبب شد طالبان جای پای بیشتر باز بکنه ولی برحالش مردم هیچگاه اجازه نداده خب تا این حال که به زور حاکمیت را بپذیره برحالش مردم داره مسلح میشه سلاح گرفتن و این سلاح گرفتن هم ظاهرا دیده میشه یک مقدار از پیشروی های طالبان کاسته اگر این گونه ادامه پیدا بکنه که حالا هیچ روشن نیست بر روی حکومت نه در میدان جنگ و نه هم در میدان صلح فکر میکنین که مردم با چه سرنوشت آیا خود تانستن مردم مستقلانه بره نمایندگی بکنه یا نه حاکمیت طالبان به زودی فرا رسیدنی است با این ادامه این وضعیت من جنگ رای حل نمیدانم طالبان به هیچ صورت با جنگ نمیتونه که حاکمیت بسازه به خاطر که با جنگ حاکمیت ساختن در نظام اسلامی هیچ وقت به نتیجه نرسیده ما حتی اگر تاریخ اسلام رو مطالعه بکنیم از ابتدا تا انتها میبینیم که خیلی زعمای بزرگ و امپراتورای بزرگ تانیستن تا تخت دلی را چپه بکنن رفتن تا فلسطین رفتن تا کجا رفتن تا کجا تا اندلس رفتن اسپانیا حکومت اسلامی بزرگ اما ما که دل مردم را بدست نیاریم ما که ملت قناعت ندیم ما که میخواییم حکومت بسازیم بر رفاه و آسایش مردم بر زندگی مردم بر راحتی مردم بر تربیه و تعلیم اولاد از این مملکت بر نجات از این مملکت از این 40 سال جنگ تحمیلی که حداقل بیشتر از 10% جمعیت ما در طول امی 40 سال جنگ از دست دادیم وقتی که 3 میلیون انسان 30 لک میشد 30 لک انسان در اینجا تلف شده 3 میلیون انسان در اینجا معتاد است 7 میلیون انسان در اینجا معیوب و معلول و زخمی و صدمه دیده است بیشتر از 14 میلیون یا 15 میلیون به جای شده داخلی است که خانه و کاشانه و آشیانه و زندگی خود از دست داده دیگه این ملت قابل ترحم است این ملت قابل دست کشیدن است ولی نباید ترحم.
خو اگر کسایی باشد بازی در قضاوت تاریخ هم قرار میگیرد و یک زمان شاید این قضیه تا یک جای پیش میره ولی یک جای استاپ میشه دیگه نمیتونه پیش برن ناگزیر میشن در مقابل ملت قرار میگیرن هیچ بی تفنگ خیلی نظامایی بوده که هیچ اصلا اونجا مردمش تفنگ نگرفته ولی مردمش تونسته که نظام ساقط بسازه پس با مراجعه کردن به ملت ساختن نظام برای ملت نجات دادن ملت از جنگ و گشنگی و فقر و مرض این وظیفه اینا هستند که حامی قدرت هستند بر حرکه قدرت ششتند و هر دو طرف مدافعین هستند که خود حق به جانب میگیرند حق به جانب ملت است که بر ازو یک نظام عادل ساخته شود تا این مملکت از این بحران نجات پیدا کنه این حرفا و این اصطلاح شما کش قوسای بی معنا و بی مفهوم هیچ اصلا درد مردم دوا نمیکنه و این مشکلاتی است که به مشکلات مفزوده میشه و خدای نخواسته اگر ما به بحران بریم باز اینا هم خلاص نمیشه سپاسگزارم ممنون شما آقای صدیق به عنوان جمعیتی میخوایم اشاره بکنم امیدی بر حالش از زنده شدن میز گفتگوها باقی مانده یا نه برنامه همین است که باید خب بر حالش مردم مجبور شدن سلاح گرفتن برنامه حکومت هم ظاهرا روشن دیدن میشه مردم مجبور شدن سلاح گرفتن و حالا داره مبارزه میکنه با طالبان یعنی همین سناریو ادامه پیدا میکنه تا یک مرحله ای زما پند بندی در اخیر ترګندوین دی امریکا متحده ایالات د ولسمشر لخوانه وضاحت ترلود دواړو لوریو ته هم د افغانستان د جمهوریت لوري ته او هم د طالبانو لوري ته چې دوی نور باید خپل منځونو کې سره راټول شي او یو فیصله سره ورسیږي او په عین حالت کې یو ښه زیری درلود چې موږ به د افغانستان د نظامي ځواکونو څخه خپله حمایه وغزه و هغه ته به ادامه ورکړو دوهم خیزش مردمی چې تاسو وایې است دا د حل لاره نه ده دې پر ځای باندې باید له سپینګیرو علمای کرامو قومي مشرانو به نفوذ و شخصیتونو ولی فکر نمیکنه از این گزینه‌ها قبلا استفاده شدن نتیجه بخش هم نبوده مجبور شدن مردم قبلا بارها اعلان شد نتیجه نداد حتی رئیس شورای علمای افغانستان مجمع علمای جهان حتی در اعلامیه‌هایی گفتن جنگ نارواست بس کنین جنگ را نتیجه نداد مردم هم تلاش های خود را کرد نتیجه نداد فکر میکنین گزینه آخر نبودم این مگر که مردم استفاده بکنه خب حکومت ظاهرا به حال شاید راضی هم نباشه در عقب اما در ظاهر خوب است خب بعضی مسائل یا بعضی پروسیدی چې په خپل وخت باندې بدی جاسی دغه اخیری وخت ده چې د سولې په پړاو کې یو جنگ ته باید نور شدت ورنکړل شي خلک باید جنگ ته راونه بولو دغه اخیری سفر دی ښاغلی خلیلزاد سیمې ته او خصوصا افغانستان ته او بیا قطر ته دا ځل به هیله بښونکی ځکه چې له تیرو انتخاباتو چې کله د ترامپ له ادارې نه مسئولیتونه انتقالی د بایدن ادارې ته د لومړي ځل لپاره ښاغلی خلیلزاد له یو مشخصې پالیسۍ او له یو مشخصې ستراتیژۍ سره راځي دا ځل به د ښاغلی خلیلزاد دغه سفر انشاءالله ښې پایلې ولري طرفونه باید له نرمښت نه کار واخلي له خپلو موقفونو نه دواړه لوري باید یو څه تنزل وښي او نور پرېنږدي چې د افغانانو ویني لکه څرنګه چې د شلو کلونو یا په دې څو کلونو کې بهیږي د دغه ویني تویونې بهیر باید ودرېږي او هیله مندي زیاته شته چې د سولې لوري ته نور حرکت کې واوسېږو سپاسګزارم ممنونتون آقای ساده در آخرین پرسش خب به هر حالش فکر میکنین که تلاش مردم و مخصوصا سلاح گرفتن مردم در برابر پیشروی های طالبان پای این گروه را دوباره بکشونه به میز گفتگوها و جان بگیره یک بار دیگر میز گفتگوها یا نه واقعا مردم باید اینجا در چوب سوخت شود چوب سوخت دو طرفی که بر حالش متهم بشه که صلح را نمیخواد و هر کدام در پای حفظ قدرت و رسیدن به قدرت است اولی که در بعض رسانه ها گفته میشه که دولت افغانستان 300 هزار نیرو دارد دولت افغانستان در طول 20 سال به تمام مسائل آگاه است دولت افغانستان 500 هزار نیرو دارد به خاطر که 300 هزار اردوی ملی افغانستان 150 هزار پلیس است و 50 هزار هم امنیت ملی است دولت باید در رابطه با خودش و سرنوشت خودش که عبارت از دولت است مکلفیت داره و مسئولیت داره در رابطه باید یک تجدید نظر بکنه تجدید قوا بکنه تجدید فکر بکنه که او مکلفیت های خود ادا بکنه نباید یک قطعات و جزء تمام و تمام تاسیسات
پراگنده شد و باید متوجه مسئولیت خود شد. من مسئولیت مردم افغانستان، مردم افغانستان مردم مظلوم از بیچاره است. حتی توانایی یک هفته تظاهرات در رابطه با این قضایا مردم افغانستان ندارد، ولی احساساتشان قابل قدر است. وقتی که در قریه و قصبه عزیز ظلم صورت بگیره، وجود صورت بگیره، مشکلات پیدا شود، این یک احساسات است به هر شکل. مگر بعض احساسات مردم هم نباید استفاده خدای نخواسته شود که به شکل دوامدار که ملت با مشکل بیشتر از این مواجه شود. ما از سیاسون تقاضا میکنیم که اونا مکلفیت های سیاسی خود، مکلفیت های ملی خود باید ادا بکنه. یکی مردم در هر رابطه در قریه و قصبات و ولسوالی و ولایتشون تصمیم میگیره، او تصمیم به مردم است، از مردم قابل قدر است. اما مکلفیت از اون نیست، مکلفیت از دولت است، مکلفیت از سیاسون است، مکلفیت از رهبرای احزاب است، مکلفیت از اونایی هستند که در طول 40 سال از امکانات ملی زراندوزی کردند، صاحب سرمایه شدند، صاحب ثروت شدند، صاحب قدرت شدند و امروز هم اگر در تقسیم قدرت به بخش میمانند یا سهمشان کمتر میشه یا سهم برشان نمیرسه در صداشون، پس امروز در تعیین سرنوشت مملکت باید مداخله بکنند و نظر بدن، پیشنهاد بکنند، انتقاد بکنند. تا اینجای کار حکومت مد نظر نگرفت خواستهای مردم بر حالش. اگر خواسته های ملی باشد، اگر خواسته های جامعه باشد، خواسته هایی که ملت از این نجات بده و مشکلات رای حل بکنه، باید دولت هم تمکین بکنه. در غیر از او اگر خدای نخواسته ما به این شکل پیش بریم، باز خدای نخواسته ما شاید مشکلات خود بودیم که از کنترل سیاست مدار و دولت مدار و چی میشه. بخاطر از این که مشکلات اگر در دست مردم افتاد، مردم قدرت مهار از را نداره. سپاسگزارم آقای سید قریب الله صداد، عضو شورای ولایتی لوگر، و تحلیلگر مسائل سیاسی آقای احسان الله صدیق، عضو کمیته سیاسی احزاب، است حضورتان در این بحث قرار بود. آقای جنرال ظاهر عظیمی نظامی پیشینم در بحث با ما باشن، اما متاسفانه به دلیل مشکلات تکنیکی نتانستن با ما وصل شوند در برنامه. سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که بیننده این بحث بودید. وقت شما بخیر.